واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در ابتدا تسلیت و تعزیت سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام را به تمام پیروان و شیعیان و هواداران و علل خصوص عزیزانی که در محضرشون هستیم همونطوری که میدانید همه معصومین علیهم السلام مظلوم هستند، اما این دو امام از یک مظلومیت خاصی برخوردار هستند که سایر ائمه ندارند. انشاءالله که خداوند متعال همه ماها را مشمول شفاعت این دو انسان با عظمت بگرداند انشاءالله. از مظلومیت این دو امام این است که بسیاری از مردم که عتبات میرن بر اثر مشکلاتی که در بین راه گاهی وقتا به وجود میاد به سامر را نمیرن، و از قدیم همین طور بوده. یادم میاد حدود 45 سال پیش مرحوم امام، این پرانتز دیگه، مبلغی را به بعضی از آیون از نجف که میخواستن برند میدادن که حداقل چند روزی در ماه رمضان در شهر سامرا و شبها تلاش کنن که حرم مطهر عسکریین بسته نشه و شبهای جمعه هم چند ماشین از طلاب نجف و زلای نجف در ماه رمضان حرکت میکردند که در حرم عسکریین در ماه رمضان بسته نشه. خدای رحمت کند مرحوم عاصم حسن اصفهانی را، درباره ایشون نوشتن که ایشون میخواستن که بعضی از اشاعر عرب را با سنی هایی که در سامرا هستن جا به جا کنند، اونها را بیارن به طرف سامرا که اگر این امر محقق می شد امروز این مشکل ما نداشتیم. مرحوم میرزای بزرگ شیرازی به همین خاطر، مرحوم آخوند خراسانی برای عزیزان روحانی که در خدمتشون هستیم، مرحوم آخوند خراسانی مدتی اینها در سامرا بودند، سامرا را مرکز قرار دادن. مرحوم میرزای شیرازی مدرسه خوبی در سامرا داشت که در زمان صدام مدرسه را خرابش کردن. تلاش می شد که به هر حال سامرا را از این وضعیت بیرون بیارند، اما تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده. الان سامرا را عسکریین را از شهر سامرا را جدا کردن، آیونی که رفته باشن تشکر بلند می دونن و بلوک های سیمانی خیلی بلندی بین به هر حال محوطه صحن و حرم عسکریین با شهر سامرا را خلاصه جدا شده. علتش هم این بوده است که اونها دیگه جلو نیان بعد از اون که اون جسارتی که به حرم مطهر عسکریین کردن، چون تا پیش از این دست اونها بود و بعد از اون دیگه از دست اونها آمد بیرون، فعلا حرم دست به هر حال کسانی است که از طرف
یکی از مراجع بزرگ اونجا رو اداره می کنند. عجیب این است که این رو من عرض کنم دیگه، به هر حال عجیب این است که بعد از جریان هایی که اتفاق افتاد و اون جسارت را به حرم عسکری این کردند، عده‌ای از بزرگان اونها جمع شدن، رفته بودن نجف و معذرت خواهی کرده بودن از اینکه از اون وقتی که این جریان اتفاق افتاد و به نام ما تقریبا میشه گفت تمام شد، هیچ نوزادی دیگه در بین ما به دنیا نیومد. به هر حال چه بوده این؟ آمده بودن به هر حال پیش علمای نجف و شخصیت های علمی نجف و اشاعر نجف که بیان وساطت بکنن که خلاصه چیزی گذشته و رفته، این اهانت شد، چیزی دیگه جبران نمی کنه این کار را. به هر حال در همون ایامی که وضعیت سامرا اینطور بود، من خدمت یکی از مراجع بزرگ در قم بودم که خدای را رحمت کنه از دنیا رفت. فرمود که چه میشد چون رفت آمد نبود، قطع شده بود، کسی سامر را نمیرفت، خود مردم عراق هم نمیرفتم. ایشون میفرمود که ای کاش از طرف من یک کسی پیام میبرد برای یکی از مراجع بزرگ نجف و می گفت که من ترس و خوف آن را دارم که سامر را فراموش بشه، مردم به هر حال دیگه به شهر سامر را نرند، حالا یا ترس یا غیر ترس، و ای کاش روزی حداقل 50 الی 60 ماشین اتوبوس با افراد مسلح حرکت می کردن برای حفظ امنیت و اینها رو می بردن سامر را و بر می گردوندند. به هر حال سامر را موقعیت عجیبی داره و راجع به امام هادی واقعا خیلی کم صحبت شده، خیلی کم کتاب نوشته شده و این ما هستیم در یکی از مصاحبه‌هایی که من داشتم عرض کردم و این حوزه است که به هر حال مقصره که بیش از اینها میباید اون چه که اموال مربوط به امام باید صرف خود امام بشه و چه چیز بهتر آن است که ما زندگی امام را به تصویر بکشیم. حق این بود که حال برخورد کرد این دوره با شهادت حضرت امام هادی. وقتی در جیب این مسئله مفصل‌تر بحث می‌کردیم، اما چه باید گفت که به هر حال این دوره رو نباید ناتمام گذاشت. خب بحثی که برای ما در نظر گرفته شده و اصلش در جریان بودم اما روسی متاسفانه در جریان نبودم یا شیطان اثر گذاشت و این فراموشی در ما ایجاد شد که روزشو یادم رفته بود، امیر مؤمنان علیه السلام دلائل فراوانی را ما داریم بر این که حضرت جانشین پیغمبر خدا بوده. اصولا یک حرکتی به قول ابن ابی الحدید، اون چی که یادم میاد، پیغمبر میباید توصیه میکرد، سفارش میکرد، جانشین برای خودش قرار میداد که اگر این چنین نبود، معناش این بود که اهل بیت خودش رو در بین امت رها کرده که امت هر کاری که دلش میخواست نسبت به اهل بیت انجام بده. لذا آمد به اهل بیت قدرت داد، جانشین کرد که بعد از خودش امت در حق اهل بیت
جسارت و اهانت و جفا نکنند. به هر حال این که روشنه و این که هر رئیسی هر رئیسی اگر چه سفر کوتاهی داشته باشد، شخصی نمایندهی در بفرمایید که شهر خودش قرار میده، و این اتفاق در زمان رسول خدا افتاده و چند بار اتفاق افتاد. از اتفاقاتی که در زمان رسول خدا بود، جریان تعیین شخص نابینایی به نام ابن ام مکتوم بود. ابن ام مکتوم در نبود پیغمبر نماز جماعت پیغمبر را به عهده گرفته بود، پیغمبر تعیین کرده بود. ابن ام مکتوم که زیاد هم بر پیغمبر وارد می شده و نشست و برخاست داشته، پیغمبر در این سفرهایی که داشتند، سفرهای جنگی که داشتند، ایشان به جای پیغمبر نماز جماعت می خوند. بسیار خوب. حالا چرا ابن ام مکتوم را اینها سنی ها بعد از پیغمبر به عنوان رهبر معین نکردن و نگفتند؟ چون اینها که میگن که ابوبکر در جای پیغمبر در اون ایام نماز میخوند. اصل ماجرا دروغه. ماجرا به تعبیر حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام چیزی دیگره. وقتی که پیغمبر شنید که اینها، عایشه گفت که پدرم را، حفصه گفت پدرم را برای نماز بفرستید، پیغمبر که در اون حالت بودن وقتی که به هوش آمدند، وقتی که شنیدند که ابوبکر رفته برای نماز و به تعبیری اشغال بر جای پیغمبر در نماز شده، دیگه به خود اجازه ندادن، چون این موقعیت بسیار سختی بود. اگر اینها این مسئله را تثبیت می‌کردند، به هر حال پیغمبر از جا حرکت کردند. عایشه میگه که پیغمبر بر دو نفر تکیه کرده بود، یکی بر فضل بن عباس و دیگری، مشخص اون دیگری کیه؟ گفتن که اون دیگری علی ابن ابی طالب بود. دست بر شانه این دو انداخته بود، آمد به نماز، او را کنار زد. معرکه گیری مورخین و محدثین سنی اینجا شروع میشه. بعضی ها میگن که پیغمبر آمد تو محراب و تو محراب نماز را شروع کرد، ابوبکر نماز را با نماز پیغمبر، مردم به نماز ابوبکر. اصلا یه همچین جماعتی در فقه متصور هست که من به شما اقتدا کنم، شما به دیگری اقتدا کنید، دو امام جماعت بقیه معموم. اصلا این در تاریخ فقه اصلا چنین چیزی اصلا متصور نیست که اینطور آمدند مسئله نماز را برای تثبیت جایگاه ابوبکر گفتن. مفصل باید این بحث بشه اصلا که اصلا این نماز در کتاب‌های خود سنی ها هم به هر حال مطرح شده و رد شده، این نماز صحیح نبوده، بلکه پیغمبر به همین خاطر از مسجد از خانه آمدن به مسجد و او را کنار زدند و خود در محراب ایستادن و نماز، حالا ظهر بوده، عصر بوده، مغرب بوده، عشا بوده، نماز را خودشون خوندن. بسیار خوب. اینها مسئله نماز را مطرح کردند که یکی از دلایل امامت ابوبکر، یکی از دلایل جانشینی ابوبکر در جای پیغمبر این که نماز در جای پیغمبر خوند. جواب اصلش این قضیه دروغه. اینت می فرمید
و ثانیاً اگر این نماز دلیلی باشد بر امامت و تعیین جانشینی کسی، بسیار خوب، پیغمبر اون چی که ثابته، اون چی که مسلمه، ابن ام مکتوم را در جای خودش، در نبود خودش برای نماز قرار میداد. چرا او را نگفتید؟ با اک تجر، با اینا تجر. بسیار خوب. خوب، سراغ امیر مؤمنان که میریم، در یکی از فرازهای تاریخ این است که پیغمبر اسلام در یکی از سفرها امیر مؤمنان را همراه خود نبردند. اینها به این استدلال که نمی کنند، بحث از نماز نیست، بالاخره نماز هم همراهش بوده، ولی اینجا دیگه بحث از نماز نیست، بحث از موقعیت امیر مؤمنانه، بحث از مدینه بدون پیغمبر یا مدینه بدون علی به هر حال هیچ صلاحیتی نداشته و درست هم نبوده. در زمانی که پیغمبر به جنگ می رفتند، در تمام جنگ ها امیر مؤمنان همراهشون بوده، در هیچ جنگی که اتفاق افتاد، چه سریه چه غیر سریه، این که بگیم امیر مؤمنان نرفته باشد، چنین چیزی در تاریخ نیامده، جز یک جنگ، جنگ تبوک بود. در جنگ تبوک امیر مؤمنان شرکت نکردند، جنگ اتفاق نیفتاد. پیغمبر که با لشکر که در حدود 30,000 نفر بودند حرکت کردند، عده‌ای که در جنگ شرکت نکردند زبون درازی‌هاشون شروع شد که پیغمبر از علی ابن ابی طالب فاصله گرفته. پیغمبر چنین و چنان شروع کردن امیر مؤمنان را در مدینه اذیت کردن. اینجا بود که امیر مؤمنان حرکت کردن، خودشون به پیغمبر رسوندن، فرمودن که بله و تا آخر که می دانید. پیغمبر فرمود علی جان برگرد، ان المدینه لا تصلح الا بی و بک. مدینه یا باید من درش باشم یا باید تو باشی. بهترین دلیل برای این که امیر مؤمنان علیه السلام جانشین پیغمبر بوده این است که پیغمبر فرمود که مدینه یا من یا تو. خب که امیر مؤمنان برگشتند، گویا مدینه اگر اون روز امیر، باید تاریخ رو نگاه کرد، اگر اون روز امیر مؤمنان در مدینه نبود، مدینه وضعیت دیگری پیدا میکرد. گویا پیغمبر بر مدینه در اون روز ترسیده بود که یا خودش باید باشه، خودش که درگیر رفتن به سوی تبوک بود، یا باید کسی که شبیه خودش باشه، از نظر عقل و درایت و خلاصه به هر حال کفایت و از هر نظر باید او در مدینه باشه، یعنی کسی باید باشد که همانند خودش باشه. منزلت چیز دیگه است، الان عرض میکنم. خب حال که فرمودید من حدیث منزلت اشاره میکنم، یکی از بهترین ادله امامت و ولایت امیر مؤمنان علیه السلام همین مسئله حدیث منزلته. حدیث منزلت را همه سنی شیعی همه نقلش کردن، کسی نیست که خلاصه حدیث منزلت را نقل نکرده باشه. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، انت منی به منزلت هارون من موسی. بسیار خوب، جایگاه تو در نزد من همانند هارون، جایگاه هارون نزد موسی است. بدون شک خواهران و برادران عنایت بفرمایید که جایگاه هارون در نزد موسی
خب جایگاه پیغمبر بود دیگه. هم موسی پیغمبر بود و هم هارون پیغمبر بود. هارون پیش از موسی از دنیا رفت. عنایت می‌فرمایید؟ بسیار خوب. پس شد هارون شریک موسی. اشهرکه فی امری، قرآن مجید می‌فرماید. درخواست موسی از خدا این که هارون برادر منه، او را در این امری که من دارم که رسالت است او را شریک کن. رضا هارون هم پیغمبر بود، شریک امر موسی بود. این جمله که درباره امیر مؤمنان فرموده راجع به هیچ یک از صحابه نفرموده. شما بگردید صحابه اینها همش متمرکز در عمر و ابوبکر. این صحابه یعنی این دوتا، بقیه دیگه هم چون ارزش صحابه بودن رو ندارن. اینه بفرمید. در کنار چند سال پیش نمیم عرض کردم، نه کنار قبر رسول خدا بیرون، بنده و آیت الله صابری هر دو با هم تو بعثه بودیم، داشتیم پیغمبر رو زیارت میکردیم. آمد رو کرد با آقای صابری، گفت یلا 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 صد راه نکن. ایشون فهمون من کی صد راه کردم؟ من اینه که نشستن تون بینه نمیگه صد راه، تون من میگه صد راه نکن. فرمود دارم زیارت رسول خدا. آره زر رسول الله و عمر و بکر و خلاصه و برو. ایشون فرمود که پس علی چی شد؟ گفت نه 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 ولش کن ولش کن. پس اینها صحابه‌ای که دارن یعنی دوتا، نمی‌فرمایید؟ اگر صحابه روزی که بله پیش اینا ارزش داشت، این مسئله را در مرج العذراء نسبت به صحابی بزرگ پیغمبر و یار امیر مؤمنان بعد از 1300 اندی سال چنین نمی کردن که خراب کنن و نبش قبر بکنن، حالا بدن را آورده باشن نیورده باشن که برای مبهم مسئله. همین بی احترامی، شما مگه سنگ صحابه رو سینه نمی زنید؟ چی شد که قبر صحابی رو خراب کردی؟ مگر شما جعفر طیار را صحابی نمی دونید؟ مگر شما شهید جعفر طیار را براش اهمیت قائل نیستید که این در کتابهای خودتون پیغمبر دارد که بر جعفر گریه کرد؟ چجور شد که رفتید سراغ قبر جعفر طیار را آتیش زدید؟ حرمش را آتیش زدید؟ چرا؟ مگه این صحابی نبوده؟ کسی میتونه جرأت کنه الان به قبر عمر و ابوبکر خلاصه جرأت کنه؟ جرأت اهانت داره کسی؟ دو سال پیش این بنده خدایی که طلبه های قم که من بعدها توصیه کردیم که آقایون مواظب باشن، این آقایونی که تشریف بردن مکه یا خواهرها یه جا کفشی میدن نایلون کیسه، یا در کیسه باز بوده، میخواسته بره سلام به پیغمبر بده، یه لنگ کفش افتاده زمین، فورا دستگیر شد که چی؟ خواسته اهانت کنه به صحابی پیغمبر. بعد از چند ماه زندانی 160 ضربه شلاق خورد بنده خدا. اینو فهمی؟ اگر صحابیه چه فرقی میکنه؟ واقعا امروز دست ما و شما باز شد دیگه، میتونیم خلاصه دیگه هر طوری که میباید باید صحبت کنیم. به فرمایش مقام معظم رهبری اینه که اینطور نباشه یک دو جلسه دو جلسه سه جلسه و تمام بشه قضیه. مسئله خیلی مهمه. شمایی که میگید صحابی صحابی صحابی، مگه اون دوتا صحابی نیستن؟ فقط صحابی که به هر حال دیگه هم زبانهای ما دراز شد و هم به هر حال دستهای ما در این که خلاصه بگیم به مسلمان ها بدانن بفهمن قضیه چیه. خب رد شیم. عرض می کردم دین ما پر است از این جریان
به هر حال قلب ها محزونه که هرچی میخوام ردشم مجبورم هی برگردم. به امیر مؤمنان اینها به هر حال یک صحابی درجه 3 و 4ش هم اینها خلاصه قبولش ندارند. اینه میفرمین؟ همه سنی ها رو من نمیخوام بگم از خود. نمیخوام اینه بگم. ولی کلان اینطوریه. بسیار خوب. فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. جایگاه تو نزد من همانند هارون از موسی است. برای اینکه بعدها نگن علی شد پیغمبر، نه، فوراً پیغمبر تفسیر خود زد، فوراً فرمود که الا انه لا نبیه بعدی. تو همانند هارون نزد من هستی، الا اینکه بعد از من پیغمبری نیست. حالا این را شما بگذارید در برابر اون احادیثی که در صحیح بخاری آمده که وحی که دیر می شد من فکر می کردم که جبرئیل نزل علی آل عمر، نزل علی آل عمر. من می فرمید این دیگه در بخاری هست که اینها به ما میگن که شما شیعه ها میگید که خان الامین در اون سه تا تکبیری که بعد از سلام میدیم میگن که شما میگید خان الامین، امین جبرئیل به جای این که بر علی نازل بشه آیات وحی رو بخونه بر پیغمبر نازل شد و شما اعتقاد دارید، در حالی که ضعفای شیعه ما چنین اعتقادی ندارن. اصلا شیعه چنین اعتقادی اصلا وجود نداره که چنین میگویند. بسیار خوب، اون وقت در برابر همین جریان در کتاب بخاری میبینید که چنین چیزی را خلاصه اینها مدعی هستند. فرمود انت منی به منزلت هارون موسی الا انه لا نبی بعدی. خب چه دلیلی بهتر از این، چه دلیلی بارستر، چه مصداقی از مصادیق دلالت بر امامت امیر مؤمنان از این مهمتر و بهتر و برها روشنتر در سندش نمیتونید خلاصه اشکال کنید، در دلالتش نمیتونید اشکال کنید، هم سندن و هم دلالتن هیچ به هر حال شک و ریبی درش نیست به اینکه پیغمبر اسلام امیر مؤمنان را به عنوان خلیفه و جانشین بعد از خودشون قرار دادن. این احادیثه. ما انشالله در شاید سری هفته آینده است دیگه، ولی راجع به امیر مؤمنان علیه السلام در تفسیری که راجع به آیات و آیات ولایت که بحثی ما داشتیم قبلا، علی ظاهر باید همون را به هر حال مقداری با دستکاری برای عزیزان انشالله بگم. چند تا آیه در قرآن مجید راجع به ولایت و امامت امیر مؤمنان داریم که انشاءالله تا ببینید چند تا جلسه طول بکشه خدمت عزیزان من عرض کنم. خب یکی از بهترین دلائل امامت امیر مؤمنان همین حدیث یوم الداره. حدیث یوم الدار، یوم الدار اون روزی آیه که و انذر عشیرتک الاقربین، این آیه نازل شد بعد از 3 سال فعالیت پنهانی رسول خدا که مأمور به ابلاغ شد، مأمور به دعوت علنی شد. قرآن مجید اول رفت فرمود که برو اول سراغ فامیل خودت. اینه میفرمی؟ لذا پیغمبر آمد سراغ امیر مؤمنان در وهله اول، فرمود علی جان. یه مقدار امیر مؤمنان در اون وقت 12 سال ظاهرن عمرش بیشتر نبوده. خب 12 سال عربستان بران از رشد کافی برخوردار بودند. فرمود علی جان یه مقدار غذا درست کن، نان و ماست و گوشت، این 3 تا چیزا.
40 نفر پیغمبر از بنی هاشم را، از سران، از عموهای خودش، فرزندان عموی خودش، اینایی که سر به تنشون میارزید، به دستور خدا اینها را در خانه خودش جمع کرد. امیر مؤمنان عرض کردم مأمور شد نان و گوشت و غذا بیاره، نان و گوشت و ماست بیاره. این سه را که آماده کردند آوردن جلوی آیون برحال اقربا و خیشان پیغمبر گذاشتن. وقتی که خوردند، اینجا پیغمبر تا میخواست صحبت کنه، ابو لهب شروع کرد داد بیداد کردن، جلسه رو به هم زدن. پیغمبر اونجا صلاح ندونستن دیگه موضع بگیرند، لذا چیزی نگفتن، جلسه به هم خورد. گویا ابو لهب دورادور شنیده بود که پیغمبر این مسائل رو به هر حال در پیش داره. چند روزی گذشت، یک بار دیگر پیغمبر به امیر مؤمنان فرمودن که یه بار دیگه عزا درست کن. امیر مؤمنان به دستور پیغمبر این کار رو انجام دادند. اینجا بود که بعد از صرف غذا پیغمبر حالا یا نشسته یا ایستاده، خواستن صحبت کنن. ابو لهب از جا بلند شد که جلوی پیغمبر را بگیره. ابو طالب گفت که هر کس حرفی بزنه، ظاهراً تعبیر لأجللنه بالسیف، یا بسیفی هادا، طرف شمشیر منه، بگذارید حرفشو بزنه و بعد هر برنامه‌ای دارید انجام بدید. دیگه همه سکوت کردن. این نقش عظیم جناب ابو طالب پدر امیر مؤمنانه. سکوت کردن. پیغمبر شروع کردن به این که اگر از پشت کوه صفا کسی بله بیاد بگه الان در پشت کوه صفا دشمن شما جمع شده، شما چی میگید؟ همه گفتن به هر حال ما بله میریم به سویش، جنگ میکنیم، خلاصه آماده میشیم. فرمود من دارم از اونور خبر براتون میارم، از جهان غیب براتون خبر آوردم، من نماینده رسول، سفیر خدا هستم، پیغمبر خدا هستم. خب صحبت های پیغمبر در این جلسه رو به پایان که داشت میرسید، فرمود حال ایکم یوازرونی علی هذا الامر، خب چه کسی میاد کمک من این کار؟ ببینید برادران عزیز، خواهران گرامی، رسالت و نبوت از اون روزی که مطرح شد با هم بود. اینطور نبود که حالا بعضی میگن که شما شیعیان به هر حال دلیل و مدرک شیعه بودن تو چیه؟ من جواب در بارها عرض کردم، از اون روزی که بله ابلاغ رسالت توسط رسول خدا بر امت عرض شد، همون وقتم ابلاغ امامت شد، از همون وقت مسئله شیعه بودن مطرح شد و تا به امروز. شما برو سراغ دلیل بر مذهبت، مذهب تو رو، تو از کجا آمده، تو این رو برو درست بکن، و الا من دلیلی که دارم در کتابای خود شما هست که مسئله انذار رسول خدا در سال 3 سال که از بعثت رسول خدا گذشت، آیه انذار که نازل شد، این مسئله هر دو با هم در یک جا، در یک مجلس به هر حال ادا شد. پیغمبر وقتی که ابلاغ رسالت کرد، فرمود خب حالا ایکم یوازرون علی، من یک کمک کاری میخوام. چه کسی به هر حال مرا کمک میکند؟ یوازرونی علی هذا الامر. دفعه اول با امیر مؤمنان دست بلند کرد، فرمود
باش، برای این که اتمام حجت کرده باشد. یک بار دیگر فرمود، سخن را تکرار کرد، فرمود چه کسی یوازرونی علی هذا الامر؟ بازم امیر مؤمنان دست بلند کرد، فرمود که بدانید این خلیفه ناصر یاور جانشین من پس از من خواهد بود. این را دیگه در اون جلسه اول تثبیت کرد و ولایت امیر مؤمنان را و جانشینی امیر مؤمنان را و شخص امیر مؤمنان را در بین امت، حالا اونها قبول کرده باشن در اون جلسه یا قبول نکرده باشن، ولی اعلام شد در اون جلسه و پیغمبر فرمود ابوبکر، نه معذرت میخوام، ابو لهب برگشت به یکی از برادرای خودش که عموهای پیغمبر، و بعد برگشت به ابو طالب گفتش که اسمع له و اطع، از باب مسخره، از باب اهانت، گفت که از او بپذیر و قبول کن، اطاعت کن از فرزندت. بعد اینجا بود که رسول خدا امیر مؤمنان را طلبید، مقداری از آب دهان خودش در دهان امیر مؤمنان گذاشت. بازم ابو لهب جسارت کرد، بازم ابو لهب بله به هر حال اهانت کرد که دیگه نمیخوام عرض کنم. خلاصه از همون اول، از بهترین، این مربوط به کتاب شیعه نیست، در کتاب سنی هم هست، جریان یوم الدار و جریان انذار که پیغمبر امیر مؤمنان را اونجا معرفی کرد، این از نظر همه ثابت است. ولی حالا باید گفت که چرا عمل نکردن، من دیگه نمیدونم. از مهمترین، ظاهرا دیگه وقت نداریم، ولی وقت داریم، از مهم، بله، از مهمترین دلایل خلافت و جانشینی امیر مؤمنان پس از رسول خدا ماجرای غدیره. ماجرای غدیره انشالله من در بحث امامت و ولایت آیات را که انشالله اونجا مطرح خواهم کرد و بحث هایی که در این زمینه خواهد شد مفصل انشالله اونجا بحث خواهیم کرد، که یکی از دلائل مهم رسول خدا مسئله غدیره. مسئله غدیره قوم چیزی نیست که سنی ها منکرش شده باشن، همه قبول دارند، ولی میگه که این چه ربطی به شیعه داره؟ قبول داره، ولی میگه چه ارتباط به شیعه داره؟ که پیغمبر در سال 11 امیر مؤمنان در یمن بودند، مسلمان ها پخش بودند، دستور داد که امیر مؤمنان از یمن بیان و خود پیغمبر با جمعیت بسیاری، چون خبررسانی کرده بودند، فرموده بودند مسلمان ها جمع بشن، با تعداد بسیاری از مسلمان ها حج را که انجام دادن، همه ساله یکی دو نوبتی که رفته بودن به هر حال دیر برمیگشتن، ولی اون سال به سرعت خلاصه مکه را به هر حال خالی کردند و به طرف جحفه آمدند. پیغمبر هدف داشت، کار داشت، میخواست کاری انجام بده. خب مسئله جانشینی امیر مؤمنان، مسئله منزلت، مسئله یوم الدار و ده ها مورد در مسجد، در غیر مسجد، به هر حال پیغمبر معرفی کرده بودن علی را به عنوان به هر حال بفرمایید که جانشین، اما یک کار عمومی نشده بود در سطح کل مسلمانان، این نشده بود و این میطلبید به این که حجی، مراسمی به هر حال باشد. بعد از مراسم پیغمبر اسلام در یه جایی به نام جحفه که الان محل مسجدی است اونجا، البته محل غدیر خم تا جحفه یه مقدار 2-3 کیلومتر راهه، بله، یه مسجدی قبلا اونجا بود، مسجد خلاصه خراب کردن، در اون مسجد نماز مستحب بخونده بشه، عنایت می‌فرمایید. پیغمبر در همون منطقه امیر مؤمنان را به هر حال با یک
شرایط خاصی که اونجا بود، شرایط خاص منطقه، از گرما، از کثرت مسلمان‌ها، بعد از اون که خطبه‌ای که عزیزان انشاءالله این خطبه‌ای که در احتجاج آمده، خطبه غدیر را که من یک وقت حساب کردم که پیغمبر 31 مرتبه نام حضرت حجت و اوصاف حضرت حجت رو در اونجا حضرت آورده. ببینید مسئله از مسئله ولایت رد شده و مسئله امامت، امتداد امامت را تا امام زمان بیان کرده و در هیچ خطبه ای که ما ندارید که پیغمبر 31 مرتبه راجع به امام زمان صحبت فرموده باشد. خب سه روز اونها رو معطر خدا رحمت کنه علامه امینی رو در جلد بله اول دوم مسئله غدیر را مطرح کرده و کسانی که صحابه‌ای که حدیث غدیر را نقل کردن نام اون صحابه را آورده و بفرمایید این که اسنادی که غدیر را خلاصه مطرح کردن، ایشون تمام اون اسناد در کتاب غدیر آورده است که انشاءالله در وقت خودش مراجعه خواهید فرمود که این مرد واقعا خدمت کرد. 6 ماه در کتابخانه بله مرحوم میر حامد حسین هندی نیشابوری در هند ایشون در کتابخانه مشغول مطالعه بود تا توانست که این خدمت بزرگ را تقدیم جامعه تشیع و مسلمان ها بکند. خلاصه پیغمبر بزرگوار اسلام بعد از اون که بله از مردم اقرارها، اعترافهایی که راجع مسئله به هر حال کارهایی که خودش کرده بود، وقتی که اقرار کرد که آری شما چنین کردی و چنان کردی، بعد فرمود که الا من کنتم مولا فعلی مولا، الا من کنتم مولا فعلی مولا، عطف بر فرمایشات پیغمبره. چرا ظلم کنیم به خاطر این که بله خودمونو در بین سنی ها جا کنیم، بیایم بگیم که این مراد دوستی با امیر مؤمنانه؟ چه ارتباط داره؟ بگید پیغمبر 280 یا 200,000 نفر در یه جا به هر حال نگه می‌داره، 3 روز که از گرمای اونجا پناه به سایه شترانشون ببرند، اون وقت پیغمبر اونجا نگهشون داره، بعد بفرمایید که علی دوست منه؟ مگه مردم نمی‌دونن علی خود داماد پیغمبر بود؟ مگر بارها و بارها صدها روایت در این چند سالی که در مدینه بود راجع به اهل بیت و راجع به علی بن ابی طالب مگر نفرموده بود؟ چی ارتباط به دوستی داره که من بیام این جریان بسیار عظیم و مهم را من به دوستی علی بن ابی طالب با پیغمبر بیام خلاصه تفسیر بکنم؟ یک کار بسیار غیر کارشناسی شده است و یک کار ظالمانه نسبت به امیر مؤمنان است. خلاصه پیغمبر بعد از اون که این جریان را مطرح میکند، اونجاست که میفرماید که الا من کنت مولا و علی مولا. اللهم والی من ولا، عاد من عادا، وانصر من نصر. و دنبال این جریان، نه فقط این که نبودی، دنبال این جریان چادری نصب میکنن، دنبال نصب چادر به هر حال مردم خلاص دعوت میکنن، مردم برن داخل چادر، مردم با علی. اینا چیه اینها؟ اینها غیر از این که میخواست پیغمبر جانشینی امیر مؤمنان را بعد از خودش مطرح کنه و بعد آمدن اونها، اولش ابوبکر میاد، بعدش عمر میاد، اینها یکی یکی میان نزدیک به علی بن ابی طالب دست میدن، اصبحت مولای، اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنه. یعنی چی اینها؟ اینها اگر دلیل بر خلافت امیر مؤمنان نباشد، پس دلیل بر چیست؟ من بیش از این دیگه مزاحم عزیزان نباشم و السلام علیکم و رحمت. آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.